سوال 162. با توجه به جدول مقابل که گروه 14 جدول دوره ای را نشان می‌دهد، چند مورد از مطالب بیان شده درست است؟ خب این عنصرها بچه‌ها گفته گروه 14 هستند. خب از بالا به پایین من گروه 14 رو حفظم و می‌نویسم. به ترتیب کربن، سیلیسیوم، ژرمانیوم، اس ان قل، پی بی سرب. حالا ببینیم می‌خونیم. عناصر بی و سی یعنی سیلیسیوم و ژرمانیوم از نظر خواص فیزیکی به عناصر دی و ای، خب این بچه ها درسته تا اینجاست، چون سیلیسیوم و ژرمانیوم اینا شبه فلزن، شبه فلز از نظر خواص فیزیکی شبیه فلزات هستن که اس ام و پی بی اینا فلز هستن و از نظر رفتار شیمیایی به عنصر آ شباهت داره. از نظر شیمیایی شبه فلزا به نافلزات شبیه هستن که کربن اینجا نافلزه. پس به ترتیب کربن نافلز، سیلیسیوم و ژرمانیوم شپ فلز، اس ام و پی بی فلز هستن. این بچه ها درست این قسمت. عناصر سی و دی رسانایی الکتریکی کمی دارن. خب سی و دی اس ان دی یک فلزه و رسانایش بچه ها بالاست. این نادرست. عناصر آ و بی برخلاف سی شکننده اند و در واکنش با دیگر اتم ها الکترون به اشتراک میگذارن. خب آ و بی و سی این سه تا عنصر بچه ها شکننده هستند، پس این هم نادرسته. همه عناصر بجز عنصر آ دارای سطح صیقلی و براق میباشن. عنصر آ که کربن باشه سطح تیره و مات داره، بقیه اینها سطح صیقلی و براق دارن که این هم بچه ها درسته. قسمت آخر، شمار الکترون های بیرونی ترین لایه الکترونی اتم همه عنصر های داده شده برابر است، که این هم قطعا درسته، چون عنصری که توی گروه هستن تعداد الکترون های لایه بیرونیشون با هم برابره. تعداد درست داره خواسته 1 2 3 مورد درست بوده، جواب گزینه 3.